به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی بود روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی که شهادتی بر دروغ و عمل نمودن به آن را ترک نمی کند، خداوند نیاز به گرسنگی و تشنگی او ندارد. روایت احمد، بخاری، ابو داود و ترمذی. علما در شرح این حدیث می گویند شهادتی بر دروغ از جمله گناهان کبیره می باشد. به این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در بسیار موردها این نکته را تأکید می نمود که بندگان از شاهد بودن بر دروغ پرهیز نمایند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث شریف نیز تأکید می نماید که هر کسی از شهادت بر دروغ و عمل نمودن به آن پرهیز نکند، خداوند به روزه داشتن او نیاز ندارد. این گونه شخصان به جز گرسنگی و تشنگی چیزی به دست نمی آورند و از ثواب روزه محروم می شوند. برادر و خواهر ایمانیم، شهادت بر دروغ بزرگترین دروغ است و گناه کبیره است، چون که با شهادت بر دروغ دادن حیات دیگران را می سوزانی. چنانه که امروز ما می بینیم بعضی شخصان در دادگاه ها بر عوض یک مبلغ شهادت بر دروغ می دهند. ای شخصان، بدانید که این مبلغ شما می گیرید، این برای شما حرام است و شما حیات آن شخصان بیچاره را سوزانیدید که 10 سال، 20 سال، 30 سال عمر خود را در زندان ها می گذرانند. و این را بدانید که روز قیامت خیلی جزای سخت برای شما آماده شده است. از خداوند بترسید. به این سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند که خداوند به روزه تو محتاج نیست، ای شخصی که شهادتی بر دروغ می دهی. در آخر یک چند سوال دارم بر این ناجوان مردان، بر این شخصانی که شهادتی بر دروغ می دهند. آیا این دنیا برای شما از آخرت بهتر است؟ آیا با پولی مال و با ایگری این دنیا می خواهی که آخرت خود را از دست بدهی؟ آیا از اشک چشم برادر مظلومت نمی ترسی؟ آیا از اشکان چشمان فرزندان او نمی ترسی؟ آیا از اشکان چشمان پدر و مادر او نمی ترسی؟ پس به هوش آی، بدان که هر یک قطره اشکی که از چشمان خویشاوندان این مظلوم به زمین می افتد، در روز قیامت تو به این جواب می دهی. و در روز قیامت چی جواب داری؟ آیا می دانی که اگر این شخص در زندان وفات کند، تو سببگاری مرگ او شدی؟ در نزد خداوند چی جواب می دهی روز قیامت؟ الان که فرصت داری رفته از این شخصان عذر خواهی کن، شاید آنها گناه تو را ببخشند و خداوند هم گناه تو را ببخشد. در آخر دعا کنیم که خداوند همه ما را از این گناه نگه دارد و به همه مسلمانان ایمان کامل و جوان مردی را نصیب بگرداند که شاهدی بر دروغ ندهند. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیشه گرفتند.